جزوه کمک های اولیه و اقدامات اولیه در مبارزات خیابانی. تقدیم به روح پاک جانباختگان راه آزادی. این جزوه با همکاری و مساعدت تعدادی از امدادگران و کادر درمان داوطلب و با توجه به نیازهای جامعه معترض و نیز وضعیت خیابانها و درمان در زمان اعتراضات تدوین شده است. مخاطب این جزوه تمامی مبارزان و انقلابیونی هستند که در خیابانها حضور دارند و تا حد امکان تلاش شده است بر اساس آخرین گایدلاین ها و توصیه های سازمان صلیب سرخ تدوین گردد. از طرف دیگر این تیم تمام شرایط فوق امنیتی و جو برقرار در سطح شهرها و بیمارستانها و مراکز درمانی را در نظر گرفته و سعی کرده است کاربردی ترین راهکارها و درمانها را ارائه دهد. در صورت وجود هر گونه ایراد علمی و نگارشی در این جزوه، لطفاً به آدرس ایمیل xorisour@outlook.com پیام دهید. قبل از رفتن به خیابان بهتر از چه وسایلی همراه داشته باشیم؟ ماسک و شیلد محافظ چشمی تحت عنوان عینک‌های سنتی، اسپری سالبوتامول در موارد حملات سرفه و تنگی نفس بر اثر استنشاق انواع گازها و مواد محرک، گاز استریل و غیر استریل، بانداج نخی یا بانداج کشی، دستکش نایلونی یا لاتکس، آنژیوکت خاکستری. در صورتی که فرد به امدادهای اولیه آشنا باشد، در موارد لزوم در صورت پنوموتراکسی فشارنده کاربرد دارد. یک نکته بسیار مهم، هنگام برخورد با یک مصدوم یا مجروح حتماً ابتدا از ایمن بودن صحنه مطمئن شوید. سپس نوع آسیب‌ها را بررسی کنید و تصمیم بگیرید چه کاری انجام دهید. فراموش نکنید که در هر حادثه‌ای اگر احتمال آسیب به شما وجود دارد، شرط اول پیشگیری از آن آسیب می باشد. نحوه برخورد با بیمار بیهوش. برای ارزیابی اینکه یک فرد بیهوش است یا خیر، ابتدا باید او را صدا زده و یا با ضربه زدن ملایم بر شانه ها از وضعیت هوشیاری وی مطلع شوید. در صورت عدم پاسخ مجروح، شما فرض را بر بیهوش بودن وی بگذارید و در قدم اول از باز بودن راه هوایی وی مطمئن شوید. برای اینکه راه هوایی بیمار را باز نگه دارید، سر را به بالا خم کرده و چانه مجروح را بالا بکشید. بلافاصله برای بیمار درخواست کمک کنید یا از یک نفر بخواهید این کار را انجام دهد. با 115 تماس بگیرید. در صورتی که به علت شلوغی محیط از آمدن آمبولانس اطمینان ندارید، با اطمینان از سلامت ستون فقرات وی را به بیمارستان منتقل کنید. پس از اطمینان از باز بودن راه هوایی، به مدت 10 ثانیه همزمان تنفس و نبض بیمار را ارزیابی کنید. بررسی وجود نبض با دست گذاشتن بر روی نبض گردنی، دو بند انگشت زیر زاویه فک مقدور است. بررسی تنفس با دقت به حرکات شکمی یا بالا و پایین رفتن قفسه سینه یا احساس خروج هوای گرم از دهان یا بینی فرد امکان پذیر است. در صورتی که مصدوم نبض و تنفس ندارد، عملیات احیای قلبی عروقی CPR را شروع کنیم. در عملیات احیا باید کاری کنیم که جریان خون بیمار برقرار گردد و همزمان به فرد اکسیژن برسانیم. پس هم باید ماساژ قلبی انجام دهیم و هم به بیمار تنفس مصنوعی دهیم. احیای قلبی عروقی پایه، ماساژ قلبی. پاشنه یک دست را در مرکز قفسه سینه نیمه تحتانی جناب قرار دهید. این همان نقطه ای است که باید فشار را وارد کنید. دست دیگر را روی دست اول قرار دهید و بهتر است انگشتان را در هم قفل کنید.
مطمئن شوید که روی دنده ها نقطه انتهایی استخوان جناق سینه یا قسمت نرم بالای شکم فشار نمی دهید. به شکلی روی زانو بلند شوید که شانه هایتان بالای استخوان جناق سینه قرار گیرد و بازوهایتان صاف باشد. 5 تا 6 سانتی متر عمودی به پایین فشار دهید. بدون برداشتن دست فشار را قطع کنید و اجازه دهید قفسه سینه به بالا برگردد. در مجموع 30 فشار را با سرعت 100 تا 120 بار در دقیقه وارد کنید. تنفس مصنوعی. بعد از 30 عدد ماساژ قلبی حالا نوبت به 2 عدد تنفس مصنوعی می رسد. می توان جهت محافظت شخصی از 1 پلاستیک که وسط آن را سوراخ کرده اید استفاده کنید. 1 دست خود را روی پیشانی بیمار قرار دهید و سر او را به عقب بکشید و همزمان بینی وی را ببندید. دست دیگر خود را زیر چانه قرار دهید و بالا بکشید. به دنبال آن 2 نفس مصنوعی بدهید. برای اینکه ببینید آیا تنفس شما مؤثر است یا خیر، باید به قفسه سینه مجروح توجه کنید که اگر قفسه سینه بالا آمد، یعنی تنفس شما مؤثر بوده است. به طور متناوب 30 عدد ماساژ قلبی و 2 عدد تنفس مصنوعی بدهید تا رسیدن اورژانس و تحویل بیمار یا تا زمانی که علائم بهبود از قبیل سرفه، باز کردن چشم‌ها، حرکت ارادی و نفس کشیدن را نشان دهد و یا تا زمانی که خسته شوید CPR را ادامه دهید. در صورتی که بیمار بیهوش است ولی تنفس و نبض دارد یا بعد از عملیات CPR جریان تنفس و خون برقرار شد، او را در حالت ریکاوری قرار دهید و منتظر رسیدن کمک یا آمبولانس بمانید. نحوه برخورد با بیمار با تنگی نفس حاصل از انواع گازها. اولین شرط این است که مجروح را از محیط آلوده دور کنید. در صورت بروز حملات سرفه و تنگی نفس، به هیچ وجه از دود سیگار یا هیچ دود دیگری برای خونسا کردن گاز استفاده نکنید. با این کار تنها مقدار گازهای محرک سیستم تنفسی را بیشتر خواهید کرد و فرد مجروح را به سمت مشکلات تنفسی بیشتر سوق می دهید. در چنین مواردی ضمن دور شدن از محل آلوده می توانید بدین شکل از اسپری سالبوتامول استفاده کنید. قبل از مصرف اسپری، اسپری را خوب تکان دهید و به فرد بگویید بازدم عمیق انجام دهد. سپس اسپری را خوب در دهان بیمار فیکس می کنید و 1 پاپ از اسپری را زده و به فرد می گوییم 1 نفس بسیار عمیق کشیده و برای 10 ثانیه نفس خود را نگه دارد. مجدداً همین پروسه را تا مجموع 4 تا 6 پاپ تکرار می کنید. به صورت کلی این عمل را هر 20 دقیقه تا 3 نوبت می توان تکرار کرد. در صورت عدم بهبود فرد، او را فوراً به مرکز درمانی منتقل کنید. نحوه برخورد با بیمار با خونریزی. خونریزی های داخلی و خارجی هر 2 می توانند خطرناک باشند. در صورتی که بیمار خون زیادی از دست بدهد، می تواند دچار شوک و افت هوشیاری شود. برای کنترل خونریزی خارجی این کارها را انجام دهید. قانون اول اعمال فشار مستقیم با دست بر محل دارای خونریزی خارجی است و همچنین بالا نگه داشتن اندامی که خونریزی دارد. با دست خود یا دست مصدوم بر روی زخم خونریزی دهنده فشار وارد کنید تا حد امکان از پارچه تمیز یا گازهایی که به همراه دارید جهت این کار استفاده کنید. با گاز استریل روی زخم را بپوشانید. اگر خون از میان پانسمان بیرون زده است، پانسمان دیگری روی آن قرار دهید. فشار دادن را ادامه دهید. مطمئن شوید که فشار درست و کافی روی زخم اعمال می شود. در خونریزی از انتهای اندامها، در صورتی که خونریزی شدید و تهدید کننده حیات باشد و با اعمال فشار کنترل نشود، اقدام به بستن تورنیکه با
با کمک یک کمربند یا پارچه و چوب از محل بالای خونریزی کنید. علائم خطر در خونریزی: در صورتی که این علائم مشاهده شد باید مجروح به مراکز درمانی منتقل شود. علائمی از افت هوشیاری مانند خواب‌آلودگی، گیجی، هذیان‌گویی و در صورتی که نبض دیستال به زخم لمس نشود. در صورتی که از محل خطر دور شده اید می توانید اقدام به شستشوی زخم و تمیز کردن آن کنید. برای این کار بهترین محلول سرم نرمال سالین شستشو می باشد. در صورتی که سرم در دسترس نبود می توانید از آب فراوان هم جهت شستشو استفاده کنید. پس از شستشو زخم را با گازهای استریل پوشانده و با بانداج محکم نمایید. آسیب و ضربه به سر: هر گونه ضربه به سر ممکن است باعث شکستگی جمجمه، ضربه مغزی، خونریزی مغزی یا فشردگی مغزی شود. این نوع آسیب‌ها می توانند تهدید کننده حیات باشند. علائم و نشانه‌های خطر در ضربه به سر: عروج خون یا مایع به رنگ روشن از گوش یا بینی، فراموشی قبل یا بعد از حادثه، گیجی و منگی، تهوع مقاوم به درمان، استفراغ مکرر، استفراغ 3 نوبت یا بیشتر، تشنج، کاهش هوشیاری، سردرد شدید به ویژه در صورت عدم پاسخ به مسکن‌های معمول، غیر قرینه بودن مردمک‌ها، ضعف یا فلج یک سوی بدن یا صورت، تغییر رفتار، تنفس صدادار، نبض آهسته و قوی، درجه حرارت بالا و صورت برافروخته. در صورت بروز هر کدام از این علائم مجروح را فوراً به بیمارستان منتقل کنید. نحوه برخورد با بیمار گلوله خورده: قبل از هر چیزی در صورت برخورد گلوله جنگی با سر و گردن، قفسه سینه، شکم و کشاله ران، مجروح را بدون فوت وقت و اورژانسی به بیمارستان منتقل کنید. در آسیب گلوله جنگی با سایر قسمت‌ها از جمله اندام‌ها، در صورتی که خونریزی شدید ندارد و خونرسانی عضو برقرار است، با چک کردن نبض محل آسیب یا با بررسی برگشت خون مویرگی در بستر ناخن‌ها که با فشار دادن بستر ناخن و برگشت خون در کمتر از 2 ثانیه ارزیابی می شود، می توان جهت امنیت تا ویزیت فرد مجروح توسط پزشک از بردن وی به مراکز درمانی صرف نظر کرد. تأکید می شود تنها در صورت کنترل خونریزی و پایدار بودن حال عمومی بیمار می توان این کار را انجام داد. برخورد کلی با بیمار ساچمه خورده: در مورد آسیب‌های احتمالی با ساچمه در هر قسمت از بدن به کلیات در قسمت‌های بعدی توضیح داده شده است. به صورت کلی، اصل مهم در برخورد با فرد ساچمه خورده با علائم حیاتی پایدار، کنترل خونریزی، تمیز کردن محل آسیب و شستشوی محل با آب فراوان یا سرم شستشو می باشد. در صورتی که محل ساچمه‌ها بسیار سطحی باشند و یا با چشم قابل دیدن هستند، می توان با استفاده از یک پنس استریل اقدام به خارج سازی آن کرد. به عنوان پزشک و کادر درمان، برش محل ورود ساچمه با استفاده از تیغ های غیر استریل جهت خارج کردن ساچمه به هیچ وجه پیشنهاد نمی شود، چرا که این کار ریسک آسیب بافتی و عفونت محل را افزایش می دهد. پیشنهاد می شود در موارد ساچمه های سطحی و قابل دیدن، افرادی که در حوزه کادر درمان نیستند به صورت خودجوش این کارها را انجام ندهند، چرا که تأکید می کنیم این اقدام ها ریسک عفونت و آسیب به بافت را افزایش می دهند و فرد مجروح هیچ سودی از این اقدام نخواهد دید. در صورتی که داخل بدنتان ساچمه دارید یا حتی ساچمه ها به صورت کامل خارج کرده اید، باز هم احتمال عفونت وجود دارد و جهت پیشگیری از عفونت این کارها را باید انجام دهید.
شستشوی مرتب و روزانه محل‌های آسیب و خشک کردن محل با پارچه یا گاز تمیز. استفاده از پماد موپیروسین تا حداقل 72 ساعت هر 8 ساعت یک بار. مصرف کپسول سفالکسین 500 هر 6 ساعت یک عدد. در صورتی که از آخرین دوز واکسن کوزاز شما 5 تا 10 سال گذشته باشد، توصیه می شود در عرض 72 ساعت این واکسن را در مراکز بهداشت سطح شهر و روستاها تزریق کنید. این واکسن در 15 سالگی و قبل از اعزام سربازی به صورت روتین تزریق می شود. آسیب شکم با گلوله های ساچمه‌ای، در صورتی که فاصله ضارب و مضروب زیاد باشد، در اکثر موارد ساچمه ها عمقی نشده و به ارگان های داخلی آسیب نمی رسانند. خصوصا اگر فرد چربی دور شکمی زیادی داشته باشد. در این گونه آسیب ها در صورتی که فرد در حین لمس درد تندرنس داشته باشد. تندرنس دردی است که با معاینه و فشار محل بسیار تشدید شود. نداشته باشد، فشار خون و ضربان قلب بیمار در محدوده نرمال باشد و استفراغ خونی یا مدفوع خونی نداشته باشد، نیازمند اقدام اورژانسی نیست. ولی در این گونه آسیب‌ها بهتر است که فرد مجروح حتما توسط یک نفر از کادر درمان که آشنا با این جراحت ها است ویزیت شود. آسیب پشت توسط گلوله های ساچمه‌ای. در آسیب ناحیه پشت تنها نکته مهم در برخورد گلوله ساچمه‌ای با نیمه فوقانی پشت بررسی مجروح از نظر مشکلات تنفسی می باشد. یکی از عوارض خطرناک جراحت در این محل عبور گلوله های ساچمه‌ای و برخورد با ریه و پارگی ریه و ایجاد حالت پنوموتراکس، وجود هوا در قفسه سینه یا هموتراکس، تجمع خون در قفسه سینه می باشد. در صورتی که فرد بعد از جراحت در این محل احساس تنگی نفس یا سختی در نفس کشیدن را ذکر کرد، وی را به بیمارستان منتقل کنید. در موارد کمتر شایع آسیب‌های این محل، عبور ساچمه و پارگی عضلات قلب است. از نشانه‌های آن می‌توان به تنگی نفس، درد شدید در ناحیه قفسه سینه، افت فشار، سرگیجه و سیاهی رفتن چشم‌ها اشاره کرد. در صورت بروز این علائم مجروح را به بیمارستان منتقل کنید. در آسیب سایر قسمت‌های پشت می‌توان به شستشو و در صورت سطحی بودن ساچمه‌ها به خارج کردن آنها با پنس استریل و پیشگیری از بروز عفونت اکتفا کرد. مجدداً تأکید می‌شود در اکثریت موارد خروج ساچمه‌های عمقی مضرات بیشتر در مقابل منافع کمتر دارد، یعنی افزایش احتمال عفونت و افزایش احتمال خونریزی را به وجود می آورد. بنابراین از زخم کردن بیشتر محل جهت خروج ساچمه ها جدن خودداری کنید. آسیب قفسه سینه با گلوله ساچمه ای. از نکات مهم آسیب در این محل، شناخت علایم اورژانسی جهت انتقال مجروح به بیمارستان می باشد. در تروماهای نافذ این محل همیشه باید به آسیب دو ارگان ریه و قلب توجه داشت. در صورت بروز تنگی نفس و احساس سفتی در قفسه سینه، افت فشار، باید مجروح را هرچه زودتر به بیمارستان منتقل کنید. در غیر این صورت، در صورتی که قفسه سینه فرد مورد اصابت ساچمه بوده و علایم اورژانسی ندارد، در یک زمان نه چندان طولانی توسط پزشک یا کادر درمان مجرب به صورت کامل معاینه شود تا از هر گونه آسیب احتمالی در ریه و قلب مطمئن شود. نکته مهم دیگر در آسیب این محل، به هیچ وجه مگر در مرکز درمانی مجهز و توسط کادر مجرب اقدام به خارج کردن ساچمه ها
حتی ساچمه های سطحی نکنید. ضربه و آسیب نافذ به قفسه سینه. یک ضربه نافذ با ایجاد سوراخ ممکن است باعث ورود هوا به داخل قفسه سینه شود. سپس فشار منفی در این قسمت کاهش پیدا کرده و منجر به روی هم خوابیدن نسبی یا کامل ریه شود. علائم و نشانه ها: شنیدن صدای مکش، افزایش تعداد تنفس، تنفس سخت، افزایش تعداد نبض و خلط خونی کفالود. درمان اورژانسی: با یک پوشش روی زخم را بپوشانید تا جلوی ورود هوا به داخل قفسه سینه را بگیرد. پوشش را چسب بزنید و یک گوشه آن را آزاد بگذارید. اگر تنفس مصدوم سخت است، پوشش را از روی زخم بردارید تا هوای دم از آن ناحیه بیرون آید. آسیب اندام‌ها با گلوله ساچمه‌ای: تنها نکته اورژانسی در آسیب اندام‌ها عدم آسیب عروق اصلی اندام می باشد. جهت بررسی این مهم در اندام فوقانی، دو نبض رادیال و آلنر بررسی می شود و جهت بررسی عروق اندام تحتانی، دو نبض دورسال پریس و پوستریول تیبیالیس باید بررسی شود. در صورت سالم و پر بودن این عروق نگرانی خاصی از جهت تهدید حیات نداریم. اما نکته مهم در آسیب اندام ها اطمینان از عدم وجود ساچمه در مفاصل اندام ها می باشد. چرا که وجود ساچمه در مفاصل خطر مسمومیت با سرب را افزایش می دهد و به دلیل کوند رولیز سبب تخریب مفصل می شود. پس بهترین کار در این نوع آسیب ها این است که اگر احتمال وجود ساچمه در نزدیک مفصل را می دهید، در یک زمان مناسب و در محلی امن با اخذ تصاویر رادیوگرافی از این موضوع اطمینان حاصل کنید. آسیب سر و صورت در اثر ساچمه: در صورتی که ناحیه پشت سر مورد اصابت ساچمه قرار گرفته باشد، ما کمترین نگرانی را نسبت به درگیری سایر جاها داریم، مگر در فاصله بسیار نزدیک شلیک صورت بگیرد. در غیر این صورت، این ساچمه ها معمولاً عمقی نمی شوند و به بافت مغز آسیب وارد نمی کنند و خارج کردن این ساچمه ها راحت تر از خارج کردن از دیگر جاهای بدن انجام می شود. بیشتر به علت اینکه بافت عضلانی اطراف جمجمه بسیار نازک است و قسمت اعظم جمجمه نیز توسط یک لایه نازک شبیه عضله احاطه شده است. در آسیب صورت توسط ساچمه به هیچ وجه به صورت خودسر اقدام به خارج کردن ساچمه ها نکنید، چرا که هم از لحاظ زیبایی و هم از لحاظ احتمال آسیب به عروق و اعصاب سطحی و عمقی این ناحیه نگرانی وجود دارد. در اکثریت موارد، مگر در صورت بروز علائم خطر مربوط به آسیب به سر، چشم و خونریزی شدید غیر قابل کنترل، موارد اورژانسی در این گونه آسیب ها نداریم. آسیب گردن در اثر ساچمه: در آسیب های جلوی گردن ما باید همیشه از عدم آسیب عروق اطمینان حاصل کنیم. در صورت هر گونه تورم و کبودی، خصوصا اگر در حال پیشروی باشد و در صورت احساس فشار در گردن و راه هوایی، تغییر صدای مجروح و در صورتی که در لمس گردن احساسی مانند دست زدن روی برف تازه را داشتید، مجروح را فوراً به بیمارستان منتقل کنید، چرا که در این قسمت عروق گردنی تا حدی سطحی و مهمی داریم که در صورت پارگی و آسیب خونریزی شدید دارند و بسیار خطرناک می باشند. همچنین در صورت پارگی تراشه، لوله تنفسی نای از این محل هوا به داخل بافت نشت می کند و بسیار خطرناک است. در آسیب‌های پشت گردن، معمولاً مگر در فاصله بسیار نزدیک برخورد ساچمه را داشته باشید. در غیر این صورت، معمولاً موارد اورژانسی و خطرناک کمتر پیش می آید. همانطور که در آسیب قفسه سینه گفته شد،
در آسیب گردن نیز به هیچ وجه به صورت خودسر اقدام به خارج کردن ساچمه ها نکنید، مگر اینکه توسط کادر درمان مجرب و در مراکز مجهز این کار انجام شود. مراقبت های چشمی در اثر برخورد ساچمه، در صورتی که فردی در صحنه اعتراضات دچار چنین جراحاتی شد، تنها اقدام به پوشاندن چشم ها با پچ چشمی یا یک پارچه تمیز یا به مانند تصویر فوق از لیوان پلاستیکی استفاده کنید و در اسرع وقت به یک مرکز درمانی مجهز چشم پزشکی مراجعه کنید. حتی اگر فقط یک چشم آسیب دیده باشد، حتما هر دو چشم پوشانده شود. آسیب چشمی در اثر گازهای اشک‌آور قبل از هر چیزی، در صورتی که قصد پیوستن به اعتراضات خیابانی را دارید، حتما از پوشیدن لنزهای طبی یا رنگی خودداری فرمایید. جهت خونسا کردن اثرات گاز اشک‌آور به هیچ وجه از دود سیگار و فوت کردن آن در چشم فرد کمک نگیرید. این کار نه تنها کمک نمی کند، بلکه می تواند با اثر دود بر چشم ملتهب شرایط فرد را بدتر کند. به هیچ عنوان جهت شستشوی چشم از قطره اشک مصنوعی استفاده نکنید. با این کار به پخش شدن بیشتر عامل سوزاننده در چشم کمک می کنید. تنها راه حل مقابله با اثرات سوزاننده انواع گازها و مواد سوزاننده در چشم، شستشو با سرم نرمال سالین یا آب است. در حدی که حدود 10 دقیقه با سرعت کم چشم ها شستشو داده شوند تا تمام مواد سوزاننده از چشم خارج گردند. در صورت وجود سوزش یا خارش مختصر از قطره بتا متازون یا فلوکورت و یک قطره چشمی آنتیبیوتیکی می توان بهره برد. البته در صورتی که چشم حتما به مدت طولانی شستشو داده شده باشد. احتمال مسمومیت با سرب، طبق آخرین مقالات و تحقیقات منتشر شده، احتمال مسمومیت با سرب به دلیل باقی ماندن ساچمه های سربی در داخل بدن بسیار ناچیز است. ولی اگر گلوله ساچمه‌ای در داخل مفاصل و کیست‌های کاذب بماند، جذب سرب بالاتری دارد و احتمال مسمومیت را افزایش می‌دهد. مسمومیت با سرب می‌تواند در کوتاه مدت و در دراز مدت روی دهد. در کل علائم و نشانه‌های این مسمومیت کاملاً غیر اختصاصی بوده و شامل مجموعه‌ای از علائم و نشانه‌های زیر می‌باشند: دردهای کرامپی شکم، یبوست و بی‌اشتهایی، نوروپاتی حسی و حرکتی انتهایی، مانند گزگز اندام‌ها در کوتاه مدت و احساس ضعف اندام‌ها در دراز مدت، درد مفاصل، اختلال عملکرد کلیه و دفع پروتئین، کمخونی میکروسیتر، اختلال خواب و خستگی مزمن، سردرد و اختلال در حافظه کوتاه مدت. در صورت بروز این علائم می توانید با پزشک مشورت کنید و طبق صلاح دید ایشان آزمایش سطح سرب سرم را انجام دهید. مراقبت ها از فرد تازه آزاد شده. با توجه به گزارش های متعدد منتشر شده مبنی بر استفاده انواع داروها در زندان توسط عاملین حکومتی، در صورت آزادی بعد از بازداشت یا بعد از حبس منطقی می باشد که یک سری آزمایشات جهت اطمینان و همچنین داشتن مدرک علیه حاکمیت انجام شود. ما توصیه به عکس آزمایش پنل توکسیکولوژی که از طریق ادرار انجام می شود و آزمایش از نظر بررسی عملکرد کلیوی، کبدی و مقدار الکترولیت های خون و سرم می‌کنیم. همچنین اخذ نوار قلب ECG و تفسیر آن توسط یک پزشک خالی از لطف نیست.